موسیقی به حالت روحی و روانی شخص تاثیر رسانیده، شخص رو از غم و اندوه دور میکند. سلام تماشابینان عزیز همیشگی شبکه بهاریستان، برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیون بهاریستان است. منظور شما و باوری کامل دارم که این برنامه ما نیز به شما پسند میآید. البته ما در برنامه کوشش میکنیم سرندگانی رو دعوت بکنیم که واقعا هم معرفگری صنعت اصلی تاجیک هستند و فکر میکنم مهمونی که این زمان ما به برنامه دعوت نمودیم واقعا هم خرد و بزرگ، این شخص رو دوست میدارن، سرودهایش رو گوش میکنن و البته از جمله این دوست رویکانی ما نیز. درست است؟ سلامت باشید. شما روزی هستید که ما مهمون برنامه رو به استودیو دعوت کنیم؟ سلامت باشید. وقتی که من معرفی میکنم البته قرصک میزنیم، درست است؟ بله. تماشابینان عزیز، مهمان برنامه نوبتی ما سرانده محبوب فیضی گل یوسفوا. مرحبت. سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستی شما؟ تشکر زیاد. سلام دوست ریکانی عزیز، به همتون زنده باشی. سلامت بهترین. خوش آمدید به برنامه در مهمونی تلویزیونی بهاریستان و البته فکر میکنم که امروز یک روزی بسیار مهم و مخصوص است برای شما، زیرا به سوالهای این دوست رویکان شما پاسخ میگید و من فکر میکنم سوالهایی که این خوانندگان آماده کردن از سوالهایی که قبلا شاید به شما پیشنهاد میکردن با کلی فرق دارد. خب بار دیگر خوش آمدید و تماشابینان عزیز، ما با چند لحظه میگذاریم به قسمت سوال و جواب. با شبکه بهاریستان بمانید. فکر میکنم که البته با دستاویز نو شما به برنامه ما مهمان شدید، انقترش با سرودهای نو و میتوانیم با چند سرود نو تابی اشتراکچیان برنامه و تماشابینان عزیز رو بلیده کنیم. سوال اول همین است، دوره کودکی شما چگونه پشت سر شده است؟ البته وقتی که بسریکو رو میبینی، خواهی نخواهی همون دوره های کودکی به یاد هر یک انسان میرسد. بله. و من فکر میکنم که دوره های خردسالی من انعام خیل بود. همیشه کوشش میکردم که زیبا باشم، زیبا لباس ببر کنم و از گفته والدینم که از همون وقتایی که من به بخچه میرفتم تا به صنفی مکتب میونه رو ختم کردنم فقط در کروژوک ها فعال بودم، البته با سرود و رقص. بله بهترین. سلامت باشید. یک میشنویم سوال هایی که خوانندگان آماده کردن. کی سوال دارد با مهمان برنامه ما؟ در باره مادر چهار مصرع سرود خوانید. تشکر عزیزی من. البته همه ما مادر رو دوست میداریم، نه؟ بله. چون که مادر فرشته است و همه ما رو مادر تولید کرده است، مادر به دنیا آورده است و مهری وطن مادر همیشه در دل ما جایگیر است. برای همین برای مادر رو میخوام یک قرصک میزنیم. همه سلامت باشید. تمامی هستی جانم، بدیل امید و ارمانم، صفا بخشنده جانم توی مادر، توی مادر، صفا بخشنده جانم توی مادر، توی مادر. کی اولین مرتبه سرود خوانده بودید؟ کی اولین مرتبه سرود خوانده بودم؟ سال 1980 به صنف یک، وقتی که من قدم موندم در عید الفبا. بله. من سرود اولین خود رو، یعنی که در مکتب در عید الفبا پیشکشی آن همون استادان و پیشکشی طلبه های خود گردوندم، از همون جا سرچشمه گرفت سرود خوانی من تا به امروز. سلامت باشید. تشکر برای شما. زنده باشید. کس پسر رویندگی انتخاب خودتون بود یا انتخاب پدر و مادرتون؟ میگویند که اگر در همون آیله که صنعتکار باشد، هنرمند باشد، از همون جا سرچشمه میگیرد و هست هنرمندانی که در اویله یکون کس نفری اونها هنرمند هم نبود، این از ذوق میشود. من که در اویله صنعتکار به دنیا آمدم، در اویله پر از صفت و نوا، پدر، مادر، برادران، اپاها، همه که وقتی که ما سر یک پیاله چای می نشستیم، من خورد بودم، انم دختره که ما ایده چه برین، انم خیلی زردکه که
مایدچه بودم. وقتی که خوراق میخوردیم موبایل میکردیم در خونه ایمو من فکر میکنم که تا با بایا رسیدنی من غیبتی بگونه نبود، دیگر سخنو نبود و فکر میکردم همین خوراق شام یا خوراق نصف روزی رو میخوردیم و البته یک برادرم اکاردیون رو میگرفت، دیگه پدرم غیژگ رو میگرفت، مادرم دمره رو میگرفت، فقط در صوت و نوا من میرقصیدم. انامین سرچشمه ای که من امروز شکرانه میکنم که استادانی اولین من اویلای ما از پدر است، مادر است، برادران است و کسب انتخاب کرده من از طرف اویلا است. سلامت باشید. من نخواهم که شما با ما یکی اصلا دهای خاطرمانتان را نقل کنید. بسیار خوب. لحظه خاطرمان من شما که امروز دوستریاگ هستید عزیزان من، من در صف ششم میخوندم وقتی که اون دوره ها ایدی مشعل بود، ژورنالی مشعل بود برای انامیخیل مشعل کودکانه. ما رو دعوت کردم به جشن ایدی مشعل، یعنی تمام کروژوک های مکتبی به ازبکستان، کشوری همسایه ما. و وقتی که اومدم پدری ما رو پرسیدن، برادرانم رو پرسیدن، از طرف مکتب زید بر اومدن که به هیچ کجا نمی رود. روزهای خاطرمان من در حیات من و معلمه ما، روبر صنف ما، معلمه بسیار هم مادر غمخور و مشفق مهربان میرزای و ارکمو بسیار بسیار در دل پدر در اومده و ما رو اجازت گرفت که ما با شهر دوشنبه میرویم، نه اینکه به ازبکستان. و ما رو گرفتن به ازبکستان بردن، ما 3 روز در اونجا موندیم. بعد از اونجا اومدن هیچ گپ و خبر نبود. وقتی که در گزیت ژورنال ها من که بر اومدم، ها بعد خیلی سرزنش میکردم برادرو. انامو لحظه فراموش نشونده است. درسی محبت زی تو آموختم، بر سر تاقی چکن دوختم. درسی محبت زی تو آموختم، بر سر تاقی چکن دوختم. رفتی زی من از غمکات سوختم، سوختم سوختم سوختم. اولین بار شما در نزد کی امتحان سپردید؟ در نزد کی سرود خوندید که قبول کردن؟ من وقتی که در کروژوکای مکتبی میخوندم نوروز جان،
در کوژوکو برآمد میکردم و البته پنهانی از برادرو اجازت نمیدادن. و باری اول وقتی که من در کوژوکو برآمد کردم بستون ها تشکیل شده بود، در اون بستون اعضای جوری بودن از طرف بین مکتب ها و در اونجا استادان هنر هم دعوت شده بودن. بعد در اونجا استاد سفرگل یوسف و هم بودن، بسیار هم آوازخوانی دوست داشتنی همه ما و شما است و اونها ما را انتخاب کردن که بسیار هم سرود خوب میخوانی هم رقصیده میتوانی و دعوت کردن ما رو به انسامبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه نزد فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام استاد اکاشریف جورایف. از سال 90 آغاز کاری من آغاز شد. شما فعالیت میکنید؟ البته. سلامت باشین. احسان برای شما. 31 سال میشه. 31 سال سو بخی کاری دارید شما. با استقلالیت برابر است. سلامت باشین. خب سوالی نوبتی رو میشنویم. شما رو در سن خردی پدر یا مادرتون یگان مرتبه زده اند؟ البته مادر پدر وقتی که جنگ نمی کند فرزند ارکه کلان شد و همه کارها یعنی که احترامش رو گم می کند، عزتش رو گم می کند، به همین خاطر البته ما رو سرزنش می کردن، جنگ می کردن، لیکن نزدن یکم بار. بله. سرزنش همی گونه شاید من اکو تصور میکنم. فیضی گل چند بار می شود که من گفتم همین کار رو نکن، همین جروب دن نرست، اینا جروب شکستی، کی میخرد جروب؟ انا میدونی مرا چی میگفتن؟ نه که بچم، نه که کی کرد بعد میزنم. انا میدونی مرا چی میگفتن؟ میگفتن نخون سرود، در کار نیست. من امروز شکرگزار هستم، هم مادر هستم، هم در تربیه فرزندان هستم و هم در خدمت خلق عزیزم هستم و شکرگزار هستم که مادری تاجیک هستم. سلامت باشید. بهترین. سوال های نوبتی رو میشنویم. مرحمت، مرحمت شما. شما کدام نمودی تحفه را دوست می‌دارید؟ البته تحفه بهترین برای من کفکوبی مخلصانم است. اگر همین برای شما تحفه باشد، ما یک تحفه ارزنده برای شما. یک سرود دارد با نام خزانریز و این بسیار سرود خوب است. بله. و من فکر میکنم که واقعا هم سرود اگر متن خوب داشته باشد، آهنگ خوب داشته باشد، هیچگاه کهنه نمیشود. یعنی شنونده خود رو دارد. بله. بیا چهار مصرع همین سرود رو زنده زمزمه میکنیم و یک جا شکل پوره اون رو تماشا میکنیم. مرحمت. سلامت باشی. تو غنچه خندیده من برگی خزان دیده، تو غنچه خندیده من برگی خزان دیده، از بحری چی آوردی امروز تو گل چیده، امروز تو گل چیده، تو غنچه خندیده من برگی خزان دیده. سلامت باشی. سلامت باشی. تماشابینان عزیز، این لحظه همین سرود رو یک جا تماشا میکنیم، برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم. با شبکه بهاریستان بمانید.
ادامه برنامه در مهمانی تلویزیون بهاریستان است تماشابینان عزیز و مهمان برنامه ما هستند فایزی گل یوسف و بار دیگر قرصک میزنیم دوستان عزیز و اطمینان دارم که سوال هایی که اول از جانب این خوانندگان پیشنهاد می شود یعنی درست با سوال ها فایزی گل پاسخ میگویند من باور دارم که از میان سوال هایی که ما پیشنهاد میکنیم شما نیز همین سوال ها رو برای ما پیشنهاد میکنید مرحمت خب مرحمت سوال نوبتی باز کی سوال دارد مرحمت شما یگان فرزند شما کسبی شما را انتخاب کرده است؟ بسیار سوال خوب یکم فرزند من صنعتکار نشدم فقط همین یوسف جان خوردکه که من یکی از شخصان فعال قسمت اکتیاری گویم بله برنامه هایی که نویله هایی که کم تربیوی بودن از تولد شدگی یوسف جان در همین تلویزیون بهاریستان و گهواره بستن یوسف جان تا به تمامی رکلامه هایی که نسبت تربیه فرزندان بود یوسف جان من اشتراک کرده است و بعدا کلان شد باز دیگر نخواست فوتبالیست است بله من باور دارم که یکی از ورزشگر نامی در سمت فوتبال می شود و آبروی تاجیکستان در عرصه جهان بالا می برده هر یک انامین دوستای خوبی که در اینجا نشسته است هر یک شما اگر پرچم تاجیکستان ما رو در عرصه بین المللی وقتی که بالا میکنید این فخری هر یک مادر است فخری هر یک تاجیکستانی است و من بسیار کوشش میکنم که فرزندان من همیشه خوانند همیشه در وطن و ملت خیش خدمتگزار باشند و همیشه پرچم تاجیکستان را بلند بردارند در مورد تاجیکستان صحبت کردیم بیا چهار مصر در مورد وطن از تاجیکستان است میتوانیم با او زنده خونیم البته چرا نه ای تاجیکستانم وطن دارو و درمانم وطن ای تاجیکستانم وطن دارو و درمانم وطن ای دولتی آوازدار ای بختی خندانم وطن جانم وطن جانم وطن وصفی تو میخوانم وطن وصفی تو میخوانم وطن اول فریدگل شما سرودی دهقان بچه را با آواز زنده خونید هنری که من آغاز کردم از سال 90 با استقلالیت برابر است و امروز همین طول قریب 30 سال میشود که ان همین سرود در بین مردم هست و سال نیست که در هر یک نوروزی در نوروز نوروزی ها یعنی پسر بچه از سرود جامعه علاچه با برکنده دخترچه یعنی کدمنو در دست در زمین گویا که به شودگار می روند این سرود بسیار برای خود من نیز بسیار هم دوست داشتنی است و بیاید من زنده بخونم کنی هست یکان دهخون بچه که بیرخ بیرخصد دهخون بچه هست مرمت شما بسند مرمت قرصک میزنیم قرصک رو لیکن یک جوی میزنیم بیا چارباغی بلند یک تنه بادام دیدو دهقان بچه‌ای نوگلی خندان دیدو دهقان بچه‌ای آستیناش برزدگی سه صد گلی آشقی را پیچان دیدو سه صد گلی آشقی را پیچان دیدو در میدان دهقان بچه در تن جامه علاچه در میدان دهقان بچه در تن جامه علاچه ما عاشق زار شومه خبر نداره بچه ما عاشق زار شومه خبر نداره بچه دهقان بچه جان بچه ی جان بچه دهقان بچه جان بچه ی جان بچه سلامت باشید احسان برای شما سلامت باشید تماشابینان عزیز ما بعد از چند سال دیگر همین سرود رو یک جوی تماشا میکنیم و حالا باشد چند سال دیگر رو میشنویم باز کی سوال دارد؟ مرحمت شما شما معلمه اولینتون رو در خاطر دارد؟ باری اول معلمه اولینم رو در عید مادران روزی مادر در شهر وحدت روبرو شدم برای من یک احساساتی پیدا شد که من چون گویا که انامون همون فایزی گل خوردکک هستم البته معلمه من معلمه عبدالله است و بسیار هم دوستش دارم
مادر معلمه اولین این هر دو برای هر یکی ما یگانه است. بله سلامت باشه، تشکر. در یگان فیلم نقش بازیده اید؟ هنرمند باید هم اکتریسه باشد، در صحنه باید آزاد باشد، رقصیده سرود خواند. هر یک چهره هنرمند باید که به خود یک میمیکای خاص داشته باشد. بله. چشم باید گپ زند، خوش باید گپ زند. من فکر میکردم که البته اکتیوری یک هنری هست که تماما آسان است. و بعدن که مرا دعوت کردن با یک فیلم هنری که درباره همین صنعت و زندگی هنرمند بود، در فیلم بی‌نظیر من نقش اساسی را بازیدم و تا به امروز دعوت میکنن میترسم. چقدر مشکل است سراییدن هنر، این دیگر چیز است. ولی من احسن میگویم یک بار دیگر به همه اکتیران و اکتریسه های تاجیکستانی عزیزم، مخصوصا از همون زینپایی که شما با پایان میفروید و من جای فهمیدم شما همون صحنه رو به قول چند مرتبه گشته برگشته ثبت کردید، یعنی به قول بو زبانی شخصانی که در تلویزیون هستن چند دو بار ما ثبت کردید شما؟ راستش رو گویم، بله، وقتی که ما رو در همون جایی که من باید فیتر رو گرفته بود و نزد استاد هم میرفتم، ما رو در اونجا محکم کردن، باید اصلا من به بند میفرمادم. بله. یک دو بار کوشش کردم که نتوانستم و گفتم که من در این نقش بازیده نمیتوانم و نمیخواهم برآمد کردن. باید که همون به بند میفرامدم، هیجان یعنی ترس وهم دل من رو فرا گرفت و من همه خیلی بسیار خواهش کردم که یاری دهید. اونها هم نفهمیدن که در اینجا چی گپ رفته شده است و زینپایی را گرفته دویدن اومدن، فکر کردن که من در اونجا محکم شدم و با اونها فهموندیم. بعد دوام فیلم رو یعنی که ثبت کردیم. تشکر، سلام باشید. تماشابینان عزیز، این لحظه سرود دهقان بچه رو یک جای تماشا میکنیم و برمیگردیم صحبت رو در قسمت دیگر ادامه میدهیم. فقط با شبکه بهارستان بمونید. Çayı navgulü
تماشابینان عزیز شما ادامه برنامه در مهمانی تلویزیونی بهارستان رو تماشا نموده استاد فکر میکنم که البته سرود بسیار جالب بود و کودکان رقصیدن خوشحالی کردن ها؟ بله باز رقص میکنه؟ بله بدتر باز زیر یک سرود دیگر یک جای رقص میکنیم خب؟ بله اما این لحظه سوال های نوبتی رو میشنویم باز کی سوال دارد؟ مرحمت شما راستش رو گوید کدام شبکه رو تماشا میکنید؟ سلامت باشین مرحمت من راستش رو میگم در خونه من فقط همین وقتی که خالی مونم اگر یک پول در دستم دارم میمونم از تاجیکستان سر میکنم با سفینه با تیوی دوشنبه اجدی با بهارستان جهانمو در کجایی که یک برنامه خوب باشد جالب باشد همون رو تماشا میکنم راستش رو میگم سلامت باشه بهتری واقعا هم باید بسیارتر حاضر نوروز جان خیلی برنامه های جالب و دوست داشتنی مثال هر در اویله مثال فرزندان میخوام بهارستان تماشا کنم من میخوام مثال یکان شبکه هایی که برنامه سیاسی باشد تماشا کنم و همه تلویزیون ها برنامه خوب دارن تلویزیون شهنواز علم و طبیعت تماشا کنید اگر چقدر حلاوت میبرید همه تلویزیون های ما با یک تلویزیون دیگر است موج استقلال بسیار برنامه های خوب دارد و تلویزیون بهارستان وقتی که با فرزندان میشینی همه برنامه ها را تماشا میکنی یک حلاوت دیگر است سلامت باشید تشکر شما در شهر زندگی کردن را دوست میدارید یا در دهه؟ من فکر میکنم که البته هر یک زن تاجیک دهه را دوست میدارد چونکه همون بوی دهه گشت و گذاری دهه همسایه های دهه با هم نشستن های دهه جالب تر است خیلی در شهر کار و فعالیت کردن ما در شهر با یار و دوستان و هم کورسان و هم سبقان یعنی روزهای هم نشینی میکنیم اینها هم برای ما بسیار هم دوست داشتنی است برای کودکان یگان سرود رو آماده کرده اید؟ چرا نه؟ فکر میکنم سرودی الله را دوست میدارید ها؟ تصمیم گرفتم که یک سرودی الله پیشنهادی همه انامین کودکان کنم که سرودی الله مادر را همه ما دوست میداریم و محض سر در بالای زانوی مادر و گهواره تاجیکانه خودمون را دوست میداریم سرودی الله مادر با کلیپش یعنی پیشنهاد شده است پیشکش مخلصان گردوندم شما میتوانید تماشا کنید شما میتوانید تماشا کنید پیش از تماشا اول چور میسره باز زنده زمزمه میکند و بعدا دسترس میکنند این شیروک چونیمو تماشا میکنند درست است؟ بله مرمت علا جانوم کلاشم غمخاری آچا جاشم علای 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 ای نوری هر دو دیده چو رستم ای زماشم علای 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 سلامت باشید دوستان عزیز ما میتوانیم همین سرود رو پیشنهاد بکنیم برای تماشابینان شبکه بهارستان ولی از یک چی ترس داریم میترسیم که نیشیروکچیان رو خوب نبرد در استودیو برای همین خوبترش پیدا کنن و تماشا کنن سوالی نوبتی رو میشنویم باز که سوال دارن برای نبره اتون کدام سرود رو میخونید؟ انا همین سروده که علایی که ما در پیش گفتیم گذاشتیم انا همون نبره کم رو بسیار هم نبره خوردکه کم رو بسیار بسیار دوست میدارم انا همون از الهام انا همون نبرم من همین سرود علا رو
انتخاب کردم، خواندم، سرایدم و در درون نم گهواره که شما تماشا میکنید نبیره خودم است. سلامت باشید. اینجا سوال هایی که اومده کردن اشتراکچیان ما به انجام رسید و فکر میکنم که البته صحبت امروز ما برای شما پسند اومد و در آخر یک سرود دیگر رو یک جا تماشا میکنیم. این انجام برنامه در مهمانی تلویزیون بهاریستان است. اطمینان دارم که البته اون چیزی که برای شما پیشنهاد کردیم جالب و تماشابا بود. و یک سوال دیگر همین است که شما به دوسوریاکون چی تحفه آوردید؟ تشکر زیاد. من به دوسوریاکون اول خودم را آوردم، دومین سرودهایم را آوردم و سومین باشد یک تحفه که نیو چیزی که حالا به همه اونها من تحفه میکنم و چهره گرمی آن همین دوسوریاکو باز هم الهامی مرا آورد که و میخوام که بازم سرودهای کودکانه بسیارتر آماده سازم که چون با اونها پیسم باشد
و بار دیگر برای دعوت نوروز جون با تلویزیون بهارستان و همه کارگردان این برنامه تشکری زیاد میگویم که ما رو یعنی با همراهی باز هم مخلصان دوستریکان عزیز روبرو کردن و میخوام که همیشه تاجیکستان بهشت‌آسای ما گلگل شکوفان باشد، اساس گذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت کشورمون امام علی رحمان همیشه سایبان سر همه ما باشد و همه دوستریکان ما آینده ساز ملت خیش باشند. سلامت باشید. تشکر برای شما. تماشابینان عزیز، این لحظه توفاهایی که از جنوب قهرمان ما آماده شده است با اشتراکشان برنامه امروزه، فکر میکنم که این توفاها برای هر یک اشتراکشان پسند است، درست است؟ بله. و ما این توفاها رو با اشتراکشان یعنی با صاحبانشان میسپاریم. مرمت عزیز، فکر میکنم که توفاهایی که به اشتراکچیان از جنوب قهرمان برای ما آماده گرده بود پیشنهاد کردیم خرسند شدم، درست است؟ بله. سلامت باشید، بار دیگر خوش آمدید و شما نیز به برنامه ما بار دیگر خوش آمدید. اطمینان دارم که البته این صحبت ما با تماشابینان شبکه بهارستان پسند آمد. ما در همین جا با تماشابینان خیر خوش میکنیم و اطمینان کامل دارم که البته صحبت هایی که داشتیم به شما پسند آمد. ما از پی جستجوی قهرمان نو میشویم و تا برنامه بعدی با شما خیر خوش میکنیم. خیر.